چسبیده بودن به حکومت های دموکراتیک و داشتن زندگیشون رو میکردن که پای کمونیسم و سوسیالیسم به کشورشون باز شد و کودتا پشت کودتا امان از این جنگ سرد و داستاناش که بعد از جنگ جهانی دوم دست از سر مردم دنیا بر نمی داره و دنیا رو برای 44 سال به دو بلوک شرق و غرب تقسیم میکنه امروز با هم میریم به نوار عمودی که از کمر امریکای لاتین تا جنوبی ترین نقطش کشیده شده و از شرق با کوههای آند و همینطور از غرب با اقیانوس آرام همسایه است. ماجرای امروزمون توی دل دهه 1960 خوابیده و میخوایم بریم سراغ داستان کودتای شیلی سلام من محسنم و خوش اومدیم به این برنامه از جو پادکست آگوست و رامون پینوش و در 25 نوامبر 1915 توی دومین شهر بزرگ شیلی بعد از سانتیاگو یعنی شهر والپارزو به دنیا میاد اجداد پدریش فرانسویایی بودند که توی قرن 18 به شیلی مهاجرت کردند و اجداد مادرش مادریش هم اصالتا اهل منطقه باسک در شمال شرقی اسپانیا بودند. آگوستو دو برادر و دو خواهر کوچکتر از خودش داره و رابطهش با مادرش هم خیلی نزدیکه. اینجوری که بعد از به قدرت رسیدن هر روز صبح قبل از رفتن به محل کارش یه سری هم به مادرش میزنه اعتقادات سفت و سخت کاتولیکی هم که داره مال مادرشه خانوادهش از طبقه متوسطن و اون دوران ابتدایی رو توی مدرسه علمیه رافائل میگذرونه و بعد به یه مدرسه خصوصی برای ادامه تحصیل میره شاگرد آنچنان زرنگی هم نیست و اصلا نمیشه به عنوان یه نوجوان موفق بهش نگاه کرد کمی زبون فرانسه و کمی بیشتر لاتین رو هم یاد میگیره و احتمالا از سر بیعلاقگی به همه چیز میره به یه مدرسه نظامی توی پایتخت شیلی یعنی سانتیاگو یه دوره طولانی از زندگیش اینجاست و قراره که تاریخ شیلی مدرن رو رقم بزنه کودکی پینوشه در دوره میگذره که جنگ جهانی اول رخ داده و از پیش از جنگ مهاجرهای اروپایی کشور خودشون رو به مقصد امریکای لاتین ترک کردن کشور شیلی تا پیش از جنگ اول جهانی رشد اقتصادی خوبی داره و درآمد اصلیش هم از منابع نیترات هیدروژنه توی این دوره که به دوره پارلمانی معروف شیلی یک کنگره خوب داره که سیاست کشور رو کنترل میکنه اما اقتصاد دنیا از دهه 1900 به بعد میره سراغ تولید نیترات های مصنوعی و کار و کاسبیه. اصلی کشور شیلی میخوابه تازه تاثیرات منفی جنگ اول هم بهش اضافه میشه از طرف دیگه قرن بیستم شاهد ظهور سیاست های راست و چپ و دو قطبی شدنه اولین کودتا توی شیلی در سال 1924 اتفاق میفته و دولت آرتور و آلساندری توسط کودتای ارتش برکنار میشه و یه افسر نظامی به اسم لویس آلتامیرانو قدرت رو به دست میگیره این شروع بی های بزرگ در سیاست های شیلیه چرا که وسط درگیری های جناه چپ و راست این ارتشه که روز به روز قدرتمندتر میشه اوضاع اقتصادی امریکای جنوبی هم که تحت تاثیر رکود بزرگ در ایالات متحده و سقوط والسترید در سال 1929 روز به روز بدتر میشه نهایتا امریکا و اروپا از این رکود جون سالم به در میبرن اما اقتصاد امریکای لاتین به شدت ازش آسیب میبینه و این زخم ها سالهای سال باقی میمونن یه ویدیو هم در مورد رکود بزرگ 1929 در ایالات متحده آماده کردیم که لینکش رو اون بالا براتون میذارم حتما اون ویدیو رو هم ملاحظه بفرمایید. پینوشه در این دوران تبدیل میشه به متخصص جغرافیای نظامی و در دهه 1940 آموزش میبینه تا به عنوان یه افسر تحصیلات پیشرفته رو شروع کنه در طول این ماجراها با لوسیا هیریات رودریگز ازدواج میکنه و صاحب پنج فرزند میشه در حالی که بچه هاش به دنیا میان و بزرگ میشن اون پله های ترقی رو توی ارتش یکی بعد از دیگری طی میکنه در اوایل دهه 1950 دروس نظامی رو در پایتخت تدریس میکنه و در بخش جغرافیای نظامی سری توی سرا داره بالاخره آگوست و پینوشه در عواست دهه 1950 و پیش از چهل سالگیش به عنوان استاد آکادمی نظامی سانتیاگو منصوب میشه طی دهه سی و آروم گرفتن کشور بعد از کودت های اول نظامی شیلی با ترکیب سیاست های کارانه و لیبرال و همینطور انجام اصلاحات افکار عمومی رو قانه و جامعه رو آروم کرد از نظر اقتصادی هم رفتن و صنعت مصر رو ملی کردن تا مملکت کمی سرپا بشه که خب اصلا تا عواسط قرن بیستم شیلی تبدیل میشه به بزرگترین صادر کننده مثل جهان این دوران دوران نبرد سخت عناصر مارکسیست با امپریالیسم آمریکایی در سطح قاره لاتین زبونه تلاشها برای انتخاب یه رئیس جمهور مارکسیست و سوسیالیست در حالی که در حالی که در حالی, که در حالی تلاش‌ها برای انتخاب یه رئیس جمهور مارکسیست و سوسیالیست در حالی شروع شده که سالوادور آلنده رئیس حزب سوسیالیست شیلی شده اگه داستان انتخابات سال 1970 و ماجراهاش نبود شاید اسم فرمانده نظامی به نام پینوشه اصلا شنیده نمیشد. انتخاباتی که وسط جنگ سرد اتفاق میفته و هم امریکا و هم شوروی بهش علاقه ویژه ای دارن انتخاباتی که در اون سال آلنده نه به شکل قاطع اما به هر حال پیروز میشه و برای اولین بار در شیلی یه رئیس جمهور مارکسیست روی کار میاد اون یه برنامه اصلاحاتی خیلی رادیکال داره و دنبال کنترل اقتصاد از طریق دولته که خب هممون میدونیم کمونیستا جامعه رو چه جوری دوست دارن و خیلی هم در موردش حرف نمیزنیم ولی مشکل بزرگ آلنده اینه که حزب سوسیالیست توی کنگره صاحب اکثریت نیست و کنگره با سیاست های سوسیالیستی اون مشکل داره امریکا هم که اصلا از شیلی قدرتمند در صنعت مس خوشش نمیاد یه گوشه منتظر تا فرصتی به دست بیاره و مچ مارکسیستا و شعرویچی ها رو توی شیلی بخوابونه. پس با تحریم های اقتصادی علیه شیلی شروع میکنه از سال 1970 تا 73 نرخ بیکاری و تورم بالا و بالاتر میره و نارامی های سیاسی و اجتماعی در سال 1973 بالا میگیره با حمایت امریکا و از طریق CIA پینوشه دست به کودت های نظامی میزنه و قدرت رو از دست کمونیست ها و آلنده میگیره پینوشه از پیش و در سال 1971 با حمایت یت از آلنده برای سرکوب معترضا رگ خواب اونو میگیره و همین باعث میشه که به عنوان رئیس ستاد کل ارتش شیلی منصوبش کنه همین ماجرا بهش قدرت بیشتری برای کودتای 11 سپتامبر 1973 میده و کودتا انجام میشه البته اینو هم بگم که پینوشه به تنهایی این کار رو نکرده و کودتای شیلی حاصل اعتلاف اون با افسران ارشد از شاخهای مختلف نیروهای مسلح شیلی و خدمات پلیسه. حالا اصلا چرا کودتا اتفاق میفته؟ اگه تا اینجای ویدیو همراه من بودین که خب معنیش اینه که با هم خوب پیش رفتیم و وقتش رسیده که یادآوری کنم تا لایک این ویدیو رو فراموش نکنید و دکمه سابسکرایب رو هم بزنید بریم ببینیم سالوادور آلنده اصلا متوجه کودتا میشه یا نه عدهای دلیل کودتا رو مدیریت ناکارآمد دولت آلنده میدونن و عده دیگه ای هم میگن که آلنده به این نتیجه رسیده بوده که برای حکومت موثرتر باید برنامه ای به نام پلن زد رو شروع کنن که از طریق اون بتونن کنترل دولت بر کنگره و نیروهای مسلح رو افزایش بدن در روز 11 سپتامبر 1973 حوالی ساعت 7 صبح نیروی دریایی شیلی بندر والپارزو که پایگاه اصلی نیروی دریایی شیلی محسوب میشه رو به تصرف در میاره راه های ارتباطی به شیلی بسته میشه و شبکه های رادیو تلویزیونی تصرف میشن بعد نیروی هوایی باقی ایسکاهای ارتباطی رو بمبارون میکنه جونم براتون بگه که آلنده و کابینش از خواب که پا میشن میبینن نه راهی دارن که با رفقای روز تماس بگیرن و نه راهی برای ارتباط با ارتشی های ثابت قدم دارن ساعت هشت و نیم صبح رهبرای کودتا اعلام میکنن که دوره ریاست جمهوری آلنده به سر اومده و رأس ساعت نه کنترل همه شهرهای بزرگ به جز مرکز یعنی سانتیاگو رو به دست میگیرن ای به آلنده پیشنهاد میدن که فرار کنه اما اون مقام خودش رو رسمی و قانونی میدونه و از جاش تکون نمیخوره نیروهای مسلح تا ظهر کاخ ریاست جمهوری رو تصرف میکنن و بعد از تایم نهار خبر مرگ آلنده میرسه و حالا کنترل کامل کشور در دست کودتاچی هاست به سرعت یه شورای نظامی تأسیس میشه شامل رؤسای نیروی دریایی، نیروی هوایی و پلیس همینطور فرماندهان ارتش که پینوشم جزشونه 15 ماه کشور با همین شکل نظامی و تقریبا به حالت حکومت نظامی اداره میشه و مخالفا یکی بعد از دیگری دستگیر، زندانی، شکنجه و یا اعدام میشن قراره که بعد از این چهار نفر از اعضای ارشد حکومت نظامی به صورت چرخشی به سمت ریاست جمهوری منصوب بشن و هر کدوم دوازده ماه توی قدرت بمونن دسامبر 1974 نوبت به پینوشه میرسه و اون قدرت رو نه بعد از دوازده ماه که تا حدود 20 سال تحویل کسی نمیده اون کشور رو به کنترل خودش در میاره و اپوزیسیون چپ یا سوسیالیست رو سرکوب میکنه اگه دوست داشتین از کودتاهای نظامی جهان بیشتر بدونین حتما برای من توی کامنت ها بنویسین تا در موردشون براتون محتواهای بیشتری بسازیم ممنون از همراهیتون و روز و روزگار خوش